آیا تمام درختان میان شاخه بوری سبز ضرورت داره یا اینکه تنها همی درخت که اینا شاخه بوری میکنه همی شاخه بوری ضرورت داره؟ نشود که من درخت خود شاخه بوری سبز یا هر از سبز انجام بتوم خشک شوم یا به ضرر این نوع درختی ما باشم؟ این سوالات اگر در ذهن شما هست، مخصوصا این ویدیو برای شما ساخته شده تا اینکه ما انواع درخت ها را معرفی میکنیم که آیا کدام نوع درخت به حرس سبز ضرورت داره و کدام نوع درخت به حرس سبز ضرورت نداره و کجا را باید شاخه بوری کنیم و کدام ساحه را باید شاخه بوری نکنیم در جریان فصل خشک. دوست خوبم تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین تا اینکه تمام موضوعات خدمت شما روشن شود. خوش آمدید به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو ما شما در رابطه به حرس سبز انواع درختان به شما وضاحت میدیم که کدام درختان را شما میتونید شاخه بری کنین و کدام درختان را میتونید شاخه بری نکنین. در رابطه به شاخه بری سبز در کل، اول باید یک دیدگاه کلی پیش شما باشه که ما چرا شاخه بری سبز را انجام میدیم، اصلا چی فایده داره شاخه بری سبز. هم شاخه بری یا حرس سبز را شما به 4 اصل اساسی باید انجام میدین. اول کنترل انواز. وقتی که شما حرس سبز رو انجام میدین، هدف شما باید این باشه که اینمی شاخه بوری یا حرس را که من انجام میدم باعث میشه که امراض و آفاتی که قرار از سر درخت ما بیایه کنترل شوه، جلوگیری شوه، پیشگیری شوه. یک هدف اساسی حرس سبز کنترل آفات و امراض هست. و هدف دوم، دوست خوبم، با کیفیت ساختن میوه هست که ما شما قرار است از درخت بگیریم، یعنی بار و حاصل درخت ما شما را با کیفیت میکنه. این هدف دوم. و هدف سوم، دوست خوبم، جور کردن و تنظیم کردن چوکات و شکل درخت ما هست در جریان فصل رشد. ممکن هست که مثلا اگر ما حرس سبز انجام ندیم شاخه رشد میکنه، بسیار انرژی رو ضایع میکنه. اگر ما این را قطع بکنیم باعث میشه که شاخه مورد هدف ما، مورد نظر ما، ای منظم رشد کنه و به پختگی برسه و میوه خوب تولید بده. و هدف چهارم هم این هست که خوبم که ممکن هست در جریان فصل رشد کدام شاخه بشکنه یا کدام شاخه مریض شود، ما شما باید این شاخه را قطع کنیم. پس از فایده های شاخه بوری سبز بود در نظر دمی 4 اصل شما شاخه بوریتان عیار کنید. حتما سوال در ذهنتان هست که ما کدام وقت باید شاخه بوری سبز را انجام بدیم؟ وقتی که این همه گپ از شاخه بوری سبز شد و این همه فایده ای که داره، کدام وقت انجام بدیم؟ اول بهار که تازه پندک ها رشد میکنن یا میوه تشکیل میشه، یا در تابستان، در آخر تابستان، اول تابستان، اول بهار، وسط بهار، کدام وقت انجام بدین؟ دوست خوبم، حرس سبز را که شما بخواین انجام بدین از اول فصل رشد که به اندازه 1-2 سانتی رشد میکنه شروع میشه تا وقتی که نزدیک به پختگی میوه میرسه، مثلا حدودا 1 ماه یا 20 روز بعد قرار شما میوه ها را بیچینین تا همون فصل را ای باید شاخه بوری شد. و بعضی درخت ها حتی بعد از میوه دهی هم شاخه بوری ضرورت دارد. نظر به 4 اصل و ضرورت را که ما شما گفتم، نظر به او حرس سبز را شما انجام میدین. 2 قسمت از درخت ها شما باید حرس کنیم. یک قطع کردن نوک هست و دیگر قطع کردن شاخه های جانبی هست. شما کدام وقت نوک را قطع میکنین و کدام وقت شاخه های جانبی را قطع میکنین؟ وقتی که میبینین درخت شما بسیار غلو شده و قسمت پایینش بسیار شاخه ها زیاد رشد کرده و نمیتونه آفتاب داخلش نفوذ کنه، اون موقع شاخه های جانبی رو میتونید بزنید. و وقتی که شما میخواین از رشد درخت خود یا از بالا رفتن و دراز شدن قد درخت خود جلوگیری کنین، اون موقع نوک درخت رو قطع میکنین. میرسیم در مهمترین بخشی که شما منتظرش هستین، دوستای خوبم، که کدام نوع درخت را ما شما باید حرس کنیم. حرس سبز برای تمام درختان است یا تنها مثلا میتونه که یک نوع درخت مثلا انگور باشه؟ دوستای خوبم، ما شما درختان رو با 3 بخش تقسیم میکنیم.
یکی درخت هایی که کمتر هرس ضرورت دارن، درخت هایی که نسبتا متوسط باید هرس شوند، و درخت هایی که باید خیلی زیاد و شدید هرس سبز شوند، که اینا رو من بر شما طبقه بندی کردیم دانوار براتون میگم که باید شاخابوری کدام زیاد شاخابوری شود کدام کم شود. خوب است؟ اول درخت هایی که کمتر باید شاخابوری شود او گیلاس هست و چهارمغز هست. در این قسمت من میخوایم یک نقطه خیلی مهم را برای شما اشاره کنم دوست خوبم، که درخت گیلاس و درخت چهارمغز هیچ وقت در جریان فصل رشد شما باید نوک زنی نکنید، مثلا شاخه هاش را از نوکش قطع نکنید، به خاطر از اینکه اگر شما نوک از شاخه را قطع کردین یا نقطه انتهایی درخت خود را قطع کردین، یک شوک بسیار خطرناک وارد میشه برای درخت شما که درخت شما رشد خود را از دست میده، یعنی اختلال در رشدش به وجود میاد. چون در پندوک های نهایی درخت گیلاس و درخت گردو یا چهارمغز اینا تشویق کننده هست، در اینجا اینا باعث میشه که مواد غذایی از ریشه و برگ و تمام صفحات جمع شود و درخت بیه، یعنی خاصیت کش کننده را داره، کششی را داره، مواد غذایی را کش میکنه. اگر شما این را قطع کردین، اولی که درخت شما از رشد میمانه و بعد از مواد غذایی هم که بیایه باعث میشه که مخصوصا در درخت گیلاس باعث تشکیل مرض گموسیس و همچنان مرض شانکر باکتریایی میشه که خیلی خطرناک است. در گیلاس شما هیچ وقت باید نوکزنی در جریان فصل رشد نکنید، و همچنان در برای درخت گردو اگر شما نوکزنی کنید احتمال خیلی زیاد داره که درخت شما خشک شود و از رشد بمانه، خیلی خطرناک است برای این دو درخت. و شما اینه معمولا اولی که اصلا نیاز نیست شاخه بوری کنین، و اگر بخواین هرس کنین و شاخه بوری کنین در جریان فصل رشد، فقط در قسمت داخل شاخه هایی که آمد در رشد کرده طرف داخل سایه کرده شما میتونین شاخه های جانبی را قطع کنین که خیلی زیاد نیاز نمیشه. میایم در بخش درختان متوسط که نه شاخه بوری زیاد کار داره و نه شاخه بوری کم، به صورت متوسط شاخه بوری باید چه. سیب هست دوست خوبم، زردالو هست و همچنان بادام هست، ناک هست، انجیر هست. این درخت ها اگر شما هرس سبز انجام بدین بسیار فایده میکنید. مثلا درخت انجیر اگر شما هرس نکنین این هی تشکیل شده میره میوه ها را تشکیل میکنه، میوه‌ای که آخر تشکیل میشه این به پختگی نمیرسه. که ما در کل در رابطه به هرس سبز انجیر ویدیوی خوبی را تهیه کردیم، در اینجا نوتیفیکیشن شاید ظاهر شوه، اگر نشد حتما ما در دسکریپشن ویدیو خود لینکش ماندیم و شما میتونین هرس سبز انجیر را با جزئیات مطالعه کنین. و همچنان در زردالو دوستای خوب، مگر شما زردالو را هرس سبز انجام نتین میوه هایشان را امراض قارچی مخصوصا مرض ساجمه خوردگی بیشتر را میگیرن، و همچنان مرض شانکر باکتریایی میگیرن، مرض گموسیز میگیرن. از اون لحاظ ما اگر هرس سبز انجام بدیم باعث میشه که نور آفتاب در داخل درخت ما شما بیایه و زمینه فعالیت قارچ ها مهیا نشود، پس از اون لحاظ نیاز هست که درخت زردالوی خود ما شما هرس کنیم. میایم در درخت بادام. درخت بادام را دوستای خوبم اگر شما دیده باشین مرض ساجمه خوردگی یکی از بدترین مرضی هست که درخت بادام ما شما را میگیره و محصولات ما شما را کم میکنه، از بین میبره، حتی در داخل خسته یا تخم بادام ما شما این نفوذ میکنه، بسیار مرض خطرناک است. و بعضی مواقع دوستان ما شما میتونید شاخه های درخت بادام شما بسیار رشد میکنه و کج میشه طرف پایین و شپ درخت شما به هم میخوره و مشکلات خلق میکنه، یا ممکنه این شاخه باعث شکسته شدن درخت شاخه اصلی شما شود. اون موقع هم شما میتونید که شاخه های بیش از اندازه رشد کرده و درخت شما را قرار بشکنه میتونید که او را قطع کنید. میایم به درخت سیب دوستی خوب. درخت سیب هم یگانه درختی است که بیشترین علاقمندی را در اون قارچ ها داره، مخصوصا درخت های سیب گلدن دلیشس یا مزرد خوشمزه، اینا بسیار به این قارچ ها معمول مخصوصا خاکسترک بسیار شب داره که باره بیگره و بره هم نخواهد. اگر شما هرس سبز دهی انجام بدین باعث میشه که امراض کنترل شه. مثلا میبینین درخت خود که یک شاخش تازه ایره خاکسترک زده، شما همون ساخر هر سبز انجام میدین قطع میکنین و یک دیده شاخهای دیگه هم که قرار است مثلا
شکر میگین اول گرفتن اون رو قطع میکنین و باعث میشه که مرض کنترل شه و از انتشار مرض جلوگیری شه. یا این بعد بخش سوم به درختایی که خیلی زیاد هرس ضرورت داره و اگر هرس نکنیم نمیتونیم یک میوه با کیفیت و خوب و عالی داشته باشه. یکی از اون درخت ها که 60% تا 80% شاخه هاش قطع میشه انگور هست. انگور ما شما بسیار با شاخه بری سبزی ها ضرورت داره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما شما بخوایم میوه های خیلی عالی با کیفیت خوشه های به اندازه 2-3 کیلو 4 کیلو از هر خوشه بگیریم، باید نوده هایی که تازه رشد کرده و بعد از خوشه ها اینا رو باید قطع بکنیم تا اینکه مواد غذایی جذبی خوشه شه و این اندازش کلان شه. که یعنی مثلا یک شاخه داریم این رشد کرده به اندازه 1 متر و میوه ما شما در ساحه 20 سانتی متری اینجا تشکیل شده و ما شما باید تقریبا فکر کنید 60-70 سانتی دیگه ایره که رشد کرده باید قطع کنیم و دور بریزیم که بیشترین شاخه بری رو ضرورت داره و در جریان فصل رشد از اول که پندقهاش تشکیل میشه تا آخر نزدیک میوه چینی را ما شما باید هرس سبز انجام بدیم. و یک درخت دیگه ما شما که شفتالو هست و همچنان شلیل هست، اینا هم بسیار به شاخه بری سبز زیاد ضرورت داره. چرا؟ به خاطر اینکه اندازه میوه اینا بسیار کلان میشه. خب میوه اینا گوشتی هست و بسیار مورد حمله قارچ‌ها قرار میگیره، مخصوصا و به محضی که میوه ما شما زیر سایه قرار بگیره میبینیم که شاتول ظاهر شد و میوه ما شما را گرفت و بسیار خطرناک میشه. و در ضمن اگر شما شاخه بری سبز در شفتالو و شلیل انجام ندین، این رشد میکنه. وقتی که رشد کرد شاخه های نوک و شاخه های پایین اینا مثلا مواد غذایی کمتر میرسن و باعث میشه که همین شاتول پندوک رشد را مورد حمله قرار بده و در اونجا لانه بسازه. وقتی شما شاخه بری سبز انجام دادین، درخت شما رشدش بسیار قوی میشه و اولی که آفتاب در اینجا میرسه و اونقدر قدرت میگیره که شاتول نمیتونه او را آسیب بزنه و برش ضرر برسونه. خب دوستای خوبم، امیدوارم که در رابطه با انواع درختان برای شما روشنی انداخته باشم تا اینکه شما بفهمید که کدام نوعی درختان را دارین و چقدر اینا شاخه بری ضرورت داره. و اگر از ویدیو خوشم اومده حتما ویدیو را لایک کنین و اگر تازه هستین حتما سابسکرایب را هم فشار بدین تا اینکه از ویدیوهای جدید جا نمانید. تا ویدیوی آینده، الله یار و نگهدارتون.